رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. 25 خرداد است و 14 ماه جون. سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانند، به ویژه این عزیزانی که در این چند روز گذشته ابراز محبت کردند و این رسم مألوف رو به جا آوردند و به حال تولد مبارک به من گفتن. ولی هرچی که سن آدم میره بالا، یه جوری نمیدونم از نظر هورمونیه، از نظر سیستم بیولوژیکیه، چجوریه که یه تغییراتی هر دهه به نظر من تو بدن انسان عوض میکنه، فرمش و شکلش رو عوض میکنه. وقتی به 50 میرسی یه مدله، وقتی به 60 میرسی مدل دیگه است، وقتی به اینجا میرسی دیگه کاملا متفاوت میشود. ولی عرق وطن و میهن همچنان اون گدازه های خودشو داره و داغ و گرمه و آدم گرماشو فقط از وطنش میتونه بگیره. اما متاسفانه برای ما این وطنمون یا میهنمون دست اهریمن است و همه قصه های اسطوره‌ای که ما تو ادبیاتمون داشتیم میبینیم که چجوری در حالت مادی ظهور کرده. یعنی یه ضحاکی داریم که با مغز جوانها فقط ارتزاق میکنه و زنده است. خامنه ای با کشتن جوانها به این دلیل بهش میگن حکومت بچه کش و اهریمنه، برای اینکه جز سیاهی و تباهی هیچی برای ما نیورده. روزشتم نگاه میکردم حرفای این پزشکیانو که اونم میگه دوره شاه بهتر بود. یعنی همه به این نکته رسیدن که دوره شاه بهتر بود و باید تقلا کنیم تا از شر این سیاهی خلاص بشیم. یکی از کسانی که تو این راه سال هاست میشناسم و داره تلاش میکنه کسی نیست جز آقای امیر بیگلر. بنابراین ازش خواهش کردیم که در خدمتش باشیم و دعوت کردم که یه سلسله برنامه هایی رو داشته باشن و در حقیقت شرایط رو برای ما از گونه های مختلف یا به گونه های مختلف تبیین کنن، روشن کنن، تا ببینیم که به حال با خودمون چند چندیم واقعا و کجا قرار گرفتیم. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. درود بر شما جناب بهبانی، درود بر همه هممیهنانم در سراسر این کره خاکی، چه اونایی که برنامه ما رو میبینن چه اونایی که نمیبینن. امیدوارم صدای ما به گوششون برسه حداقل. در ضمن اینجوری هم که فرمودید ما یه وابستگی هم به هم داریم، نمیدونستم شما هم مثل این که خردادی هستید. من زادروزتون رو شاد باش میگم. منم 12 خرداد هستم، روز تولدم 12 خرداد. یه جوری من 22 هستم در حقیقت. 22 هستین، شاد باش بهتون میگم. امیدوارم که همیشه تندرست باشید. ممنونم. از زندگی لذت ببرین، فرق نمیکنه در چه دهه‌ای باشه، میخواد 30 باشه، 40 باشه، 50 باشه، 60 باشه، این قلب باید زنده باشه، قلب باید جوان باشه و اون عشقی که به وطنمون داره. درسته یه ذره مشکلات ذهنی برای ما به وجود میاره، ولی عشقمون همیشه انرژی به اون میده که بتونیم همچنان
مثل جنابالی استوار باشیم. قربونت برم، ممنونم آقا. ولی فضاحتی است، یعنی واقعا مردم اصلا اعتباری برای این رژیم دیگه قائل نیستن. نمیدونم این مال اصلاح طلبه، اون نمیدونم جلیلی اصولگراست، اینا دیگه برای مردم همه متفق. دیشب یه جایی مهمان بودم، یه خانواده‌ای که به ایران رفت آمد میکنن، بیسشون یعنی پایگاه اصلیشون ایرانه، اینجا محل استراحتشونه و خب متمولن، میتونن این کارها رو انجام بدن. و همه صحبت بحث این بودش که نه آقا، در ایران فقط یه نفره و اونم خامنه‌ایه. و من گفتم آره، این تقلا میکنه که خودشو ادای محمد رضا شاه رو در میاره، فکر میکنه با ادا در آوردن اینم تبدیل میشه به محمد رضا شاه، در حالی که نه، این هرگز نمیتونه اون جایگاه رو پیدا کنه، به خاطر اینکه محمد رضا شاه هر عیبی ایرادی که داشت، وطنش رو دوست داشت، ایران رو دوست داشت، خواهان ایرانی آباد و آزاد و سربلند بود. اینا اصلا چیزی که براشون مهم نیست وطنه، ایرانه، اصلا اینا اینو ندارن. از روز اولم اون ملعون دروغو که اومد اصلا گفت ملیگرایی اصلا کفره، نمیدونم از این حرفا زد. چه نگاه میکنید شما به این جریانات انتخابات رو چجوری میبینی با این اوصاف؟ جناب بهبانی، من البته بعضی موقع تو این مسائل یه ذرم از به اصطلاح اون تنفری که یواش یواش داره ذاتی میشه برای ما ایرانی ها از این نظام اشغالگر جمهوری اسلامی، اگر یه نگاه ابجکتیو داشته باشیم، خارج از این که ایرانی هستیم، نگران ایران هستیم، نگران ملت ایران هستیم، اوضاع احوال ایران هستیم، خارج از این تفکرات به جمهوری اسلامی، عمل کردش و روندش نگاه بکنیم، یه چیزی رو واقعیت باید یه نمره خوبی به خامنه‌ای بدیم. البته من فکر نمی کنم خامنه‌ای بخواد خودشو با کسی مقایسه بکنه، اینا معمولا مقایسه ندارن، خودشون بهترینه. ولی از این حرفا گذشته، خامنه‌ای در عرض این 30 چند سالی که رهبریت یا ولایت فقیه رو در دست داره، تونسته این همه جنایتکار، دزد، یعنی شما هر کدوم از این افراد، این به اصطلاح بیت رو که نگاه بکنید، آدم درست حسابی نبوده، گذشته درست حسابی نداشته، تربیت درست حسابی نداشته، تحصیلات درست حسابی نداشته، از خانواده درست حسابی نیومده، ولی اینا رو تونسته همشون هم که چی میگن، میلیارد میلیارد تو حساباشون چه تو ایران چه در خارج جمع کردن، دارن خدایی میکنن برای خودشون، ولی تونسته اینا رو مدیریت بکنه تو شرایط وخیمی مثل شرایط فعلیش، شرایطی که رئیس جمهور زغالیش همه گفتن کشتنش و کشته شد و نمیدونم این جناح کشتتش اون جناح کشتتش. من واقعیت همونجوری هم که در برنامه قبلی خدمتتون عرض کردم، مدیریتش خیلی خوب بوده و تونست اینی که در اومد تو اون سخنرانیش گفتش که همه چی درسته، همه چی عادی پیش میره، در اصل همون نگاهش به خودش بود که میتونه درست مدیریت میکنه. من فکر میکردم که یعنی دو امکان داشت دیگه، این رئیس جمهور زغالی یا زغالش کردن یا زغال شده. اگه زغالش کرده بودن، باید یک جنایی درون خود نظام این کار رو بکنه یا کرده باشه. برای من هیچ گونه دلیل منطقی وجود نداشت و نداره که خامنه‌ای دستور این کار رو داده باشه، پس بعد یه جنایی می بوده یا بوده که این کار رو کرده. اگر
فرض رو بر این بگیریم که این اتفاق افتاده، یعنی تصادف نبوده بلکه برنامه ریزی شده بوده، به این نتیجه خواهیم رسید که اینا درون خودش، چون از دریچه همون نگاه این رئیس جمهور زغالی کسی بود که شرایطی رو خامنه ای به وجود آورد با انتخابش به عنوان رئیس جمهوری که بتونه قدرت نظام رو منسجم بکنه، یعنی اون آزادی که درونشون وجود داشت که در دوران روحانی دیده بودیم، به قول خودشون اینا این تصمیم رو میگرفتن، اونا اون تصمیم رو میگرفتن، به قول ظریف ماها میرفتیم میگفتیم آقا اینجوری موافقت به وجود می آوردیم، نیروهای میدانی، بله نیروهای میدانی چیز دیگه ای می گفتن، کار دیگه ای می کردن. یعنی با انتخاب رئیسی این قدرت نظام رو منسجم کرد، یعنی خودش رو جمع و جور کرد که بتونه جلوی مشکلات بیسته. مشکلات چی هست؟ ببینید مشکلات که ما الان می بینیم فرق نمی کنه. چه تمام روز 24 ساعته سرمون توی رسانه های داخل ایران باشه یا نباشه، خبرهایی که الان به ما میرسه، شرایطی که الان به چشم ما میرسه، خود نظام حداقل یک ماه قبلترش میدونه، حداقل. یعنی اگر ندونه نمیتونسته تو این 45 6 سال سرپا بیسته. اینجوری به همین علکی هم نیستش یک کشور رو اداره کردن. حالا کاری ندارم خوب اداره کرد یا بد اداره کرد، ولی اداره کردن کشور باید از قبل همه چی پیش بینی بشه که بتونه جلوی هر نوع اتفاق غیر قابل پیش بینی رو بتونه بگیره. به خاطر همین من فکر می کردم که اینا درون خودشون، اگر شرط بر این باشه که اتفاق نبوده بلکه یه برنامه ای بوده که این آتیش سوزی و سقوط هلیکوپتر آقای رئیسی، درون خودشون یه جنگی به وجود میاد، ولی این جنگ به وجود نیمد و ما دیدیم که منسجم تمام کسایی که از دور خارج شده بودن، حالا مثل همون برادران لایجانی، اینا وارد میدون شدن دو مرتبه. حتی برای یک زمان مشخصی یک سری از افرادی که به این نظام، به ستون این نظام وابسته هستن، حالا چه پول میگیرن، مزدورن، چه اونایی که قلبی دارن، اتصال قلبی دارن، اینا رو به همدیگه وصل کردن. مسئله انتخابات ریاست جمهوری رو توی خودشون دو مرتبه بولد کردن. این باز دو مرتبه مدیریت احتیاج داره و تونست خامنه ای مدیریت رو به وجود بیاره و این افراد رو دو مرتبه سود بزنه بیان تو میدون که بتونن بهش کمک بکنن. من فکر نمی کنم که آدمای مثل همین لاریجانی فکر می کرد که به سلام تایید صلاحیت میشه و میره تو انتخابات. این همه برنامهاشون به قول خودشون مهندسی شده است، از قبل هم میدونن. مسئله سر این که طرفدارای خودشون هم بتونن منسجم بکنن، چون درون خودشون هم ریزش زیاده. میگم آقای نصیری نمونهش دیگه، کسای دیگه هستن، حتی در کسایی که در دانشگاه استاد دانشگاه هستن، حالا من صحبت از اون بخش جوان نمی کنم که تو انقلاب زن زندگی آزادی خودشون نشون دادن، مخالفت های خودشون نشون دادن، نه اون بخشی که با رژیم کار میکنه. ولی شما میبینید که اینا توی یه همچین شرایط خطرناکی برای نظام میان و منسجم میشن. این اون مدیریت خامنه ایه که تونسته این کار رو بکنه، حالا با پول این کار رو میکنه، با زور این کار رو میکنه، با هر کاری میکنه تونسته این کار رو بکنه. نکته خوبی بود که یکی از مشکلات ما نبود دسترسی به یا اون گردش آزاد اطلاعات، یعنی در دول غربی که موفق شدن
از همین داستان روزنامه شروع کردن و گردش آزاد اطلاعات که مردم بتونن مطلع بشن، از اطلاع پیدا کنن، از هر چیزی که دلشون میخواد بتونن اطلاع پیدا کنن. وقتی که ما دسترسی به اطلاعات نداریم و اجازه نداریم که اطلاعات رو منتشر کنیم، پس بنابراین هر گمانه‌ای میشه به کار بود. همونطور که شما گفتیم میتونیم بگیم که آقا اینو کشتن یا نه کشته شده، بعد نمیدونم روسیه این کار کرده یا اسرائیل این کار کرده، مشتبه این کار کرده. یعنی هی میتونیم یه مجهول رو و بیاریم توی صحنه، برای اینکه ما اون پایه اولیه اطلاعات رو نداریم و این کاری است که نظام‌های بسته انجام میدن و همین دلیل بهشون میگن نظام‌های بسته، برای اینکه اون گردش آزاد اطلاعات قطع میشه، مردم از شرایط نباید مطلع بشن. رفسنجانی تو استق غرق میشه، هزار تا داستان پیرامونش شکل میگیره، نمیدونم توی آب استخ مواد رادیواکتیو پیدا شد، حوله تنش رادیواکتیو بود، نمیدونم اینطوری بود اونطوری بود، در حالی که خب یه آدمیه میتونه تو اون سنسا در یه لحظه سکته کنه، تو استخ قلبش میگیره میره زیر آب تموم میشه. ولی چون این دسترسی به اطلاعات وجود نداره، همه گونه گمانه رو میشه گفت. ولی طوری که شما آوردین وسط تحت عنوان این که قدرت فائقه تو مملکت یه نفره و اونم شخص سید علی خامنه‌ایه، بنابراین اگر هر گروه دیگری این کار کرده باشن، این در تقابل با مقام معظم رهبریه، پس بنابراین باید حتما رهبری عکس العمل نشون بده و ما اون شاخصه ها رو بعدش ببینیم. خب اینو کشتن، بعد چی میخواد اتفاق بیفته، چجوریه؟ پس چرا خامنه‌ای هیچی همجور که شما گفتی ریلکس نشسته میگه همه چی آرام است، من چقدر خوشحالم و هیچ چیزی از این نیست. و کسانی که تا دیروز به قول شما شیون میکردن گریه میکردن، این دفعه غریو شادی وسط وزارت کشور با شناسنامه به دست برای شرکت در انتخابات. ولی هیچ کدوم از این دولت نمیدونم شهید نمیدونم فلان و اینا، هیچ کدومشون مورد تایید واقع نشدن و این نکته نشون میده که اینایی که ما داریم میگیم فقط یه گمانه است، هیچ کدومش واقعیت نداره. ولی پوینتی که نکته‌ای که شما مطرح میکنی به نظر من به واقع نزدیکتره. به هر حال چون میبینیم که هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاد، خامنه‌ای همینجور نشسته و میگه همه چی درسته و سیرک انتخابات رو ران. میگم مردم دیگه اعتباری نداره این رژیم بین مردم. فکر میکنی مردم میان مشارکت میکنن تو انتخابات؟ چرا بهبانی، آدم همیشه یه ترسی داره میدونید، چون که با یک نظامی سر و کار داره، حداقل روحیه و اخلاق ما ایرانی ها رو از خود ما بهتر میشناسه. نه همه اینا، یعنی آخوند اصلا اساس کارش اینه که جامعه رو بشناسه، وقتی میره بالای منبر میشینه اون حرفایی رو بزنه که مردم بشنون، به خاطر همون اومدن تو مسجد بشینن که یه دو سه ساعتی یه چیزی بشنون و یه گریه و زاری بکنن و بعد مشکلات روزانه رو فراموش کنن. نقش اینا همینه دیگه. پس باید یه شناختی داشته باشه، یه شناختی از جامعه داشته باشه، شناختی از روحیات مردم اجتماع داشته باشه تا بتونه موضوعات درستم به موقع بیان بکنه، لابلاش هم حرفای خودش و اون چیزایی که باید به صورت در وظیفه‌ش انجام بده.
به خاطر همین البته نمیخوام بگم بی احترامی به هم میهنانم نمیخوام بکنم. من فکر نمی کنم که چون دو تا انتخابات گذشته نشون دادن مردم چقدر اهمیت براشون داره که در این انتخابات اصلا شرکت بکنن، واقعیت دیدن. یعنی این نظام در اصل این انتخابات هم برای داخل نظام نیست، در اصل این برای اینه که مشروعیت بین المللی خودش رو بخره، بگه که ما یه نظامی داریم که بر اساس اصول دموکراسی، نظام دموکراسی استوار، انتخابا این واژه‌ای که از دموکراسی سوء استفاده میشه و بعد درک میشه که آدم فکر میکنه خب چون انتخابات هست پس دموکراسیه. حالا چجوری انتخابات برگزار میشه اون یه مسئله دیگه است، ولی خب اصلش اینه که انتخابات باشه. میاد وچه بین‌المللی خودش رو درست بکنه، احتیاجم در اصل به این نداره که مردم برن توی انتخابات مثل سال فکر کنم 98 بود دوران روحانی، که درست فکر کنم 90 اگه اشتباه نکنم یا 96 بود یا 98 الان به خاطر ندارم، که همه رفتن روحانی رو انتخاب بکنن که رئیسی انتخاب نشه. و جالب اینجاست انتخابات بعدی خود رئیسی رو میارن و میگن رئیسی رو باید بیاری که انتخاب بشه. خب مردم شرکت نکردن. من فکر نمی کنم، یعنی امیدوارم که مردم شرکت نکنن، یعنی اونایی که رژیم براشون، چهره رژیم براشون آشناست، که من مطمئنم شرکت نمی کنن. ولی اونایی که هنوز یه لنگ رو هوا دارن نمیدونن کدوم وره بگیرن، بی دلیل هم نیست، چون تناب نجاتی وجود نداره براشون، به اعتقاداتشون وصل شدن و معتقدن که خب تنها کسی هم که میتونه ما رو نجات بده این رژیم دیگه. حالا اون سعی کردیم با اون بشه نشده، حالا نفر بعدی بیاد امیدواریم که بشه. همون چیز که در فرهنگ خودشون هست میگن ایشالله گربه است دیگه، یا ابوالفضل رو نمیدونم این چیزا کمک میکنه، یه دستی به اینا میرسونه اینا نجات پیدا. این چیزی که از مردم نمیشه گرفت، این اعتقادات مردم رو نمیشه گرفت. حالا این عده کثیر هم نیستن، باز ما برمیگردیم به همون بحث 5%، 10%، 1%مون که واقعا این چند درصد هستن، ولی خب میرن رأی میدن. نمیتونیم ما ادعا بکنیم بگیم که مردم ایران 100% پشت این نظام نیستن دیگه، خیر من اینو باور ندارم. من فکر میکنم دست کم اینا یه کلکتیوی هن که شما اینا رو جمع بزنید عدهشون هم کم نیست، یعنی تو خود نظام شما بگیرید که اون اهل بیت و دوروریاشون و خانوادهشون حدود 200-300 هزار نفر بشن که حتما میشن، حداقل 5 تا 6 تا رفیق و دوست و آشنا اینا هم دارن، شما اینا رو جمع بزنیم باز میرسیم به اون 5%. خب 5% هم میره رأیشو میده. امیدوارم که اون 5% یه ذره بیشتر فکر بکنن و ببینن که این به اصطلاح دخیلی که بستن هیچ وقت باز نخواهد شد و مشکلاتشون حل نخواهد شد. البته موضوع شما تمام اینا رو هم که بگید برمیگرده به یه چیز، اون آلترناتیوی که باید باشه که به اینا امید بده که اگه این نباشه چی میتونه باشه. این قسمتش مهم میشه که چی میتونه باشه. شما یه ایده ای رو بیارین که مردم خودشون به دنبال اون ایده برن. حالا اون ایده میتونه در یه نهادی جمع شده باشه، میتونه در یک فردی جمع شده باشه، یه در یک تفکری، ولی اون باشه، اون آلترناتیو باشه که مردم بگن اوکی ما میریم به اون سمت، یا حداقل خودمون حرکت میکنیم مثلا به اون سمت. اون باید باشه. امیدوارم در آینده نزدیک این ایده خودشو نشون بده، بیاد رو که بحث همگیر بشه. ولی در نهایت
پاسخ به پرسش نخستتون، من امیدوارم که اون 5% یا 7% که دفعه پیش رفتن رأی دادن، 12%، حالا هر چقدر که بودن، بازم کمتر بشن. اینو ما میفهمیم، بالاخره دوستانمون تو ایران هستن، فیلم میگیرن از شهرهای مختلف میفرستن برامون، ما هم یه برآوردی دستمون میاد دیگه که آیا این حرفایی که میزنیم آیا اساس درستی داره یا خیر. آخه یه بحثی بود دیشب دوباره به این دوستان میگفتن خیلی عجیبه، یعنی مردم در ایران اون انسجام لازمی رو که باید داشته باشن، علی رغم اینکه مثلا ما در اعتراضات مثلا 1401 اینا میبینیم و اینها، ولی یه جاهایی تعجب میکنیم اینی که مثلا میرن برای ماشین پول واریز میکنن، این جمعیتی که به قولی دوستی چند روز پیش برای من میگفت این جمعیت که رفتن این همه پول واریز کردن، این تعداد آدم و این مقدار پولی که واریز کردن میشد کارخونه BMW رو بخری، BMW رو میتونستی از آلمان بخری، ولی به اینا پولشون رو میگیرن ازشون و معلوم نیست چی اصلا بهشون بعدن تحویل میدن، با چه قیمتی بهشون تحویل میدن. اونی رو که این طلب کرده واقعا به این دسترسی پیدا میکنه یا نمیکنه. این مشکلی که ما میگیم ولی در عمل نمیکنیم، این گره به نظرت کجاست؟ البته من خودم عقیده دارم این اخلاق یه امریه که از بالا، من اول اینو بگم، همیشه میگم که اخلاق یه امریه که از بالا مثل رنگ رو دیواره، از بالا شره میکنه به سمت پایین، از گراس روت، از پایین نمیره به سمت بالا به مقامات، مثلا اینجوری نیست، بلکه این اخلاق حکومته که تسری پیدا میکنه بین آحاد مردم. ولی آیا اساسا شما این حرف رو باور داری که این مردم در این بخش خودشون مقصرن یا نه؟ جناب بهبان، من به شخصه به اینجور افراد خورده نمیگیرم. برای چی؟ ببینید، اقتصاد ایران خب روشنه برام، بیکاری بالای 40%، جوونا درس میخونن میان بیرون به امید اینی که کار پیدا کنن نیستن درسون میخونن، به امیدی که مثلا زمان بگذره شاید اتفاقی بیفته، یا یعنی اینکه مثلا تا یه حدی بخونم بعد بتونم برم خارج اونجا زندگیمو ادامه بدم. خب دیگه شرایط اقتصادی اینجوری که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، راه دیگه‌ای برای به اصطلاح گذروندن زندگی، گذران زندگی نمیمونه به غیر از بازار سیاه، یعنی چیزی که خود جمهوری اسلامی اصلا پای و اساسشه. یعنی خود شما ببینید وقتی یک نظامی میاد مؤسسه ایجاد میکنه و میشه دلالی فروش اعضا و ارگانهای بدن رو میکنه، حالا به قول خودشون دارن کار اسلامی میکنن که به اصطلاح به اون کسی که میخواد بفروشه، به اون کسی که میخواد بخره ضرر نکنه، جنس بعد بهش نفروشه. واقعا خنده داره، این چیزی جدیدی هم نیست، سالیان سالیه که این کارو میکنن و متاسفانه همیهنان گرامی هم هستن به خاطر اوضاع اقتصادی بعدشون مجبور میشن بعضی از اعضاشون که میشه ازش صرف نظر کرد بفروشن تا بتونن اموراتشون رو بگذرونن. به خاطر همین این جریان چی هم که شما فرمودید، مثلا ثبت نام میکنن برای ماشین، بعد از یه مدت همونو تا نوبتشون برسه خیلی دست میفروشن، یعنی با اون ما و تفاوتی که دستشون میاد زندگیشونو میگذرونن، کار دیگه ای هم نمیتونن بکنن. به خاطر همین من به شخصه بهشون خورده نمیگیرم. این چیزی که شما میگید درسته، اخلاقی نیست،
خیلی چیزا، یعنی اصلا اخلاق جمهوری اسلامی از بین برد. شما نگاه کنید تو تمامه، حتی در خیلی از این افرادی که به خارج میان و هنوز در اون نظام تربیت شدن، با اون نظام تربیت شدن، میبینین چقدر بی اخلاقن. ما تو همین خارج میبینیم، باشون آشنا میشیم، میبینیم چه جوری رفتار میکنن. دوست دارن قوانین رو زیر پا در ظاهر نمیذارن، ولی در باطن هر گونه کار قاچاق، دزدی، جیب زنی، دستشو تو جیب من بکنه، دستشو تو جیب شما بکنه، میکنه که بتونه اموراتشو تو همین خارج، همینجا. من خیلی ها رو میشناسم جناب بهبانی، کسایی هم میشناسم که البته تو تلویزیون شما نبودن، ولی پشت تلویزیون هم حتی میان ادعای مخالفت هم میکنه و زندگیشون رو میبینم اینجا چجوری میگذره. این اون بی اخلاقیه که ایجاد کردن. به خاطر همین آدم نمیتونه انتظار داشته باشه در یک همچین شرایطی، در یک همچین کشوری، مردم از روزنه هایی که وجود داره که بتونن امورات زندگیشون رو بگذرونن انتظار داشته باشه صرف نظر بکنن. این راهیه که باید از پیشگیری میشد، آلترناتیو هایی رو توسط اپوزیسیون در ایران ایجاد میشد که جلوی اینجور کارا رو بگیرن. ما خیلی زودتر از این میتونستیم به نافرمانی مدنی که شاپور سالیان پیش گفته بود و الان مردم خیلی هم میکنن، راههایی هم پیدا کردن. من از دوستانم میشنوم که مثلا طرف تو خونش مربا درست میکنه، بین دوستایی که خودش میدونه میفروشه، اموراتشو میگذرونه و اینا با کمال میل میرن میخرن اونجا. خب این کارا رو باید گستردش کرد. اینا مدیریت میخواد جناب بهبانی. حالا در حال میگم نمیشه خورده گرفت بهشون، من به شخص خورده نمیگیرم بهشون. خب منم به همین دلیل از شما میپرسم که میخوام اگر اشکالی در نگاهم هست این تصحیح بشه. اما بذارید، ما وقت چندانی نداریم، یک نتیجه از این بحثمون بگیریم. فردا هم قراره که در فرانسه در حقیقت دوستان دور هم جمع بشن به ابتکار سه جریان سیاسی: حزب سکولار دموکرات ایرانیان، حزب مشروطه لیبرال و ارزم به حضور شما جبهه هفت آبان. و فردا مصادف است با سالروز تولد مجیدرضای رهنورد، زندانی سیاسی که در حقیقت با پیامی که زیر چوبه اعدام داد یک شوری در جامعه ایجاد کرد. و اینکه روی دستش که شیر خورشید رو تتو کرده بود و خالکوبی کرده بود، اون دستش رو شکوندن، نمیدونم پوستش کندن و بلاها سر این جوان آوردن. به همین دلیل اعلام کردن که این روز بذاریم روز شیر خورشید. ولی نمیدونم بالاخره روز شیر خورشیده، روز پرچم شیر خورشیده، هنوز نتونستن یه اتفاق نظری بیارن که بگن آقا چرا روز پرچم، چرا روز شیر خورشید. و شما هم قراره در این جلسه شرکت بکنی، میخوام یه قدری راجبش بگید که چیه، با چه هدفی به این جلسه میرید، دنبال چی هستی اونجا؟ این همجور که خودتون فرمودید، در اصل برای این روز و به یاد زنده یاد پهلوان تاریخ ایران شد، این مجید رضا رهنورد با اون شهامتش، با اون راستگوییش، یعنی به خاطر جونش نیاد حرفی بزنه خلاف باورهاش باشه. این خیلی مهمه. این اون اخلاقیه که شما
همین تو گفته‌های پیش در موردش صحبت کرد و این اون مجید رضا رو تبدیل به یه نماد کرد در ایران، یعنی در بین ایرانی ها تبدیل به یک نماد کرد که این کار رو بکنه. مثل اون همیهن گرامی که یادم نیست نامشونو که اعدامش کردن و بالای چوبه دار علامت پیروزی رو با دستای بسته برای همه فرستاد. اینا کسایی هن که واقعیت نمادن، نماد شجاعتن، نماد ایران دوستیان، نماد اینن که اخلاق دارن، سر حرفشون باقی میمونن. ازشان پرسیدن، گفتن اگر یه همچین مسئله پیش بیاد دو مرتبه یه آخوندی باشه تو میکشیش؟ گفته بود آره میکشمش. تو دادگاه گفته بود آره میکنم این کار، دو مرتبه هم میکنم اگر این مسئله دو مرتبه پیش بیاد. نامش یاد به یاد ندارم ولی عکسش تو ذهن همه هستش. در اصل این روز باید به نام روز نشان ملی شیر و خورشید بشه که واقعیت شده، جا افتاده. الان اکثر شهرها فردا همزمان اونایی که به اصطلاح نمیتونن، البته امکانش از نظر جا هم این نیستش که چه میدونم 1000 نفر 2000 نفر رو تو پاریس بتونن دور هم جمع بکنن، ولی هر افراد توی شهرهای خودشون در این هامبورگ ما هم اتفاق میفته، اعلامیاش هم به احتمال زیاد شما شنیدید، تو شهر شما هم به احتمال 99% تظاهراتی هست، تظاهرات میکنن به خاطر همین روز ملی شیر و خورشید. ولی باز دو مرتبه ما این بی اخلاقی ها رو دو مرتبه درون خودمون، درون این اپوزیسیون میبینیم که باز گروهی اومدن روز یک شنبه رو گفتن روز پرچم شیر و خورشیده، نه روز نشان شیر و خورشید، روز پرچم شیر و خورشیده. ببینید آلترناتیو سازی ها کردن اینا کاری رو از پیش نمیبره. درست خودتون رو مطرح میکنید ولی مسئله سر اینه که جلوی یه حرکتی که امکان داره ریشه پیدا بکنه و بزرگ بشه شما سرعتش رو کم میکنید. متاسفانه این اتفاق هم هست. فکر میکنم حزب ایران نوین این کار کرده که روز یک شنبه رو به عنوان روز پرچم شیر و خورشید اعلام کرده و گفته که تولد محمد رضا رهنورد اون روز نیست، یعنی فردا روز شنبه نیست بلکه یک شنبه است. حالا رو چه حسابی تا اون به اصطلاح تقویم و چه جوری برگردوندن که افتاده به روز یک شنبه دیگه خودشون میدونن، ولی این آلترناتیو سازی ها برای من همون مسئله بی اخلاقی که شما فرمودید، شما میبینید واقعیت که دلایل تداوم جمهوری اسلامی هم همین بی اخلاقی های ما استفاده میکنه یا سوء استفاده میکنه. آخه صحبت بر سر اینه که قراره که در شهرهای مختلف هم در حقیقت یک گردهمایی‌های اعتراضی صورت بگیره. شما توی این زمینه اطلاعی دارید؟ مثلا در هامبورگ شما قراره بله، که این آخر هفته چه کاری صورت بگیره؟ بله نمیدونم دقیقا چند تا شهره ولی شهرهای زیادی، من فکر کنم تو همجور که گفتم فکر کنم تو لس آنجلس هم هستن این تظاهرات میشه، شهرهای دیگه هم هستن، کانادا اتفاق میفته، فرانسه اتفاق میفته، تو شهرهای دیگه، شهرهای دیگهش نه پاریس، پاریس که خب این جشن رو به اون سالون گرفتن، تو هامبورگ هستش، اعلامیاش پخش شده، اعلامیاش هم اکثرا توسط حزب مشروطه لیبرال دموکرات پخش شده، یعنی یه اعلامیه درست کردن که فقط شهرهای دیگه آدرسش عوض کردن و پخش شده، قرار این تظاهرات اتفاق بیفته. واقعیت هم جناب بهبانی، این پرچم شیر و خورشید نه تنها برای ما، بعد از انقلاب زن زندگی آزادی پرچم شیر و خورشید پرچم شناخته شده است. من جالب از یکی از دوستام آلمانی هم بود، کارش تو سیاست هم نیست، بعد گفتش که
داشت تعریف صحبت میکردیم ما هم دیگه، گفت امروز فلانجا جلوی مجلس هامبورگ از اوراد بود. گفتم خب چی بود؟ گفت من فکر میکنم اپوزیسیون ایرانی بود. گفتم برای چی؟ گفت چون این پرچم دستشون بود. جالبه ببینید یک کس که سرش تو سیاست نیست اینجا افتاده. یعنی واقعیت نشان شیر و خورشید، پرچم شیر و خورشید نشان زنده شده دو مرتبه. خوبی خیلی خوبه. اینم یک بله این نتیجه فعالیت هاییه که ایرانی ها تو خارج و انقلاب زن زندگی آزادی از اونجایی که شعار میدادن نمیدونم از کردستان تا تهران جانم فدای ایران، از بلوچستان تا تهران جانم فدای ایران، واقعیت این ایران گرایی رو، حالا به قول جناب نوریالا ایران مدار بودن و یا ایران مدار شدن و جا انداخته در ما ایرانی ها. که به جای اینکه یا به قولی به خیلی از ما تأثیر گذاشته، به جای اینکه ایدئولوژیک فکر بکنیم به فکر ملت ایران باشیم، به فکر کشور ایران باشیم. دقیقا این چیزیست که سال هاست ازش دور بوده و حالا داره گردش میکنه به این سمت. امیدوارم که این گردش همگانی بشه و ما توجه به میهن بکنیم، به وطنمون بکنیم و ارجع در حقیقت وطن باشد، میهن ما ایران، سراسر ایران. آقا بسیار ممنون و سپاسگزارم. اگه پروانه بدید یه چیز کوتاه بگم، وقت تموم شده. نه بفرمایید. بگم که از این آب گلالود حتی جمهوری اسلامی هم داره ماهیشو میگیره. چطوری؟ شما ببینید این آقای لاریجانی، من توی توییترش دیدم که صحبت از امت مسلمان دیگه نمیکنن. همه شدن ملت ایران. ملت ایران، ملی گرایی. حتی خود جمهوری اسلامی یادش رفته که به اصطلاح رهبر خمینی رو میگم، رهبرش، پدر بزرگوارشون، یادشون رفته که میگفتن که هر کسی که میگه که میگفتش که هر کسی که ملی صحبت از ملی ملی و ملی بودن میزنه باید حذفش کنه. صحبت فقط اسلام، امت مسلمان. ولی اینا الان دیگه همینم فراموش کردن، همشون ملی گرا شدن برای انتخابات، همشون ملی گرا شدن دیگه. اینم بالاخره هر چیزی که جنبه مثبت داره میتونه یه جنبه های منفی هم داشته باشه. البته این نمیشه به حساب انقلاب زن زندگی آزادی گذاشت، ولی میبینیم که تأثیرش رو گذاشته حتی در جمهوری اسلامی که حداقل در حرفاش بیاد صحبت از ملی رو بگه. برای ایرانی ها خیلی خوبه یادشون بیاد کشورشون کجاست، فرهنگشون چیه و به چی باید باور داشته باشن. سپاسگزارم. ببخشید طولانی شد. بسیار ممنونم و متشکرم. نکته خوبی بود. در انتظار شما هستیم هفته آینده جمعه همین ساعت تا بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم و از سخنان شما بهره ببریم. از اینکه مهر میکنی و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما جناب بیگلر. سپاس از شما که اجازه داشتم در خدمتتون باشم. ممنونم از شما. بها شنیدیم دوستان فرمایشات آقای بیگلر رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. برای شما خوبان که برنامه رو دنبال میکنی آرزو میکنم روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر.